سلام، توی این ویدیو من دارم سعی میکنم که به معلم‌ها کمک کنم که بهتر بتونن کلاس‌های آنلاینشون رو برگزار کنن و اصلا چی کار کنن که راحت تر باشه این پروسه. کرونا طولانی مدت شده و معلم‌ها هم الان دردسرایی دارن. اگه این موضوع مورد علاقتونه لطفاً گوش بدید و ببینیدش. خب من اول در مورد خودم بگم، من کامپیوتر خوندم و خب تخصص اصلیم کامپیوتره و مهندس کامپیوتر هستم قاعدتاً، ولی اخیراً و همه به قول قبیله منم معلم بودن، از پدر و عموها و فامیلای درجه دو مثل پسرمه دخترمه اینا همه معلم بودن یا هستن و خب دردی که الان اینا میکشن رو درک میکنم و هی از من سوال میپرسن که چی کار کنیم، اینو چجوری انجام بدیم، اونو چجوری انجام بدیم، و به همین خاطر من این ویدیو رو تصمیم گرفتم که ضبط کنم. و در مجموع هم علاقه‌مندم به آموزش. اگه کانال من رو نگاه کنید ویدیوهای دیگهش در مورد آموزش محتواهای مرتبط با کامپیوتره، پس خیلی دور نیستم. و یه نکته دیگه بگم، این چیزایی که من میگم خیلی وحی منزل نیست، تجربه منه با توجه به اون چیزی که من فهمیدم و دارم پیشنهاد میدم. شما هم خودتون با توجه به تجربتون میتونید هر جای این مسیر رو دستکاری کنید. اتفاقا من با یکی از معلم‌ها قبل از درست کردن ویدیو که حرف میزدم گفت که نه، این مثلا چیزایی که به من میگی 50% به درد من نمیخوره و ممکنه یه بخشی از این ویدیو به دردتون بخوره. پس بدون معطلی بریم وارد مباحث اصلی بشیم. خب قاعدش اینه که باید یه کار جدیدی بکنیم. وقتی که تو حالت کلاسیک معلم حضور داشت همه درس ها رو بازگو میکرد، یعنی اگه یه معلمی بود 3 مدرسه ریاضی یک داشت، من میگم ریاضی یک چون آشناترم، این ریاضی یک رو هی داشت درس میداد دیگه، یعنی تو این کلاس تو این هفته به 3 جای مختلف ریاضی یک درس میداد و همون مبحث ها رو تکرار میکرد و بازگو میکرد به اصطلاح من. ولی خوبیش این بود که حضور داشت، همه چی تحت کنترل بود و اینقدر همه چی خارج از کنترل نبود و به همین خاطر کمک میکرد که کلاس رو راحت تر برگزار کنه و این بازگو کردن اصالتا اذیت نمیکرد. اما وقتی کلاس میشه آنلاین معلم دیگه حضور نداره، اون مزیت رو که معلم کنترل داره به کلاس نداریم متاسفانه. اما اینجا یه کاری میتونیم بکنیم، اونم اینه که میتونیم بازنشر کنیم، یعنی اینکه یه کاری رو یه بار انجام بدیم و چند بار ازش استفاده کنیم. پس با توجه به همه اینا من پیشنهادم اینه که کلاس رو اول به صورت یه ویدیویی یا حالا هر چیزی که شما راحتید، حتی وایس آماده کنیم، کلاس رو دو تیکه کنیم، بگیم آقا جان این محتوا رو ببینید در موردش حرف بزنیم، ببینید حرف بزنیم، ببینید حرف بزنیم، و با این قطع و وصل کردن یعنی بتونیم درس رو بیشتر پیش ببریم و این باعث میشه که معلما یعنی باعث میشه که روند کلاس روند بهتری بشه. حالا این مزایایی که به ذهن من رسیده، اینجوری باعث میشه که ما راحت در کلاس برگزار کنیم، پهنباند کمتری مصرف کنیم، یه بار فایل رو آپلود میکنیم بچه ها دانلود میکنن. الان یکی از معضلاتی که من دیدم تقریبا همه معلم ها دارن سرعت اینترنت و هزینه اینترنت و ایناست. همین که پهنباند کمتری لازم باشه یعنی اینکه یه دستاوردی اینجا داشتیم. اما یه سختی هایی هم داره، زمان بر بودن تولید محتوا. قاعدتا هر چیزی که شما بخواید ویدیوش رو ضبط کنید بیشتر از اون چیزی که توی کلاس میگید زمان میبره، چون یه آماده سازی داره، یه ضبط داره، یه پس پردازش داره که مثلا تدوین و ویرایش و اینا داره، و بدتر از اون ممکنه کپی بشه، یعنی ممکنه اون فایل یا اون ویدئوی شما دست به دست بچرخه و برای شما ریسک ایجاد کنه. و سوال مهمی که اینجا به خاطر این موضوع پیش میاد اینه که اگه ویدیو هم جای منو گرفتن چی؟ چون من شنیدم خیلی از معلم ها توی تهران حتما یه مثلا حل تمرین دانشجو دارن و معلم فقط درس میده و ما بقیه کلاس با اونه. اگه معلم درسش آنلاین شد اون کلاسه چطور میشه؟ یعنی اون دانشجو عملا میتونه کار معلم رو انجام بده. خب اینو چی کار میشه کرد؟ اول اینکه من پیشنهاد بهتون میکنم نگران نباشید، راههای زیادی برای کسب درآمد وجود داره و آخرش شمایید که ارزش دارید ایجاد میکنید، نه اون ویدیوه و اون تیکه پرسش و پاسخه به نظر من که هنر شما توی کلاسه. نکته بعدی اینه که اگه مثلا رو پلتفرمای مثل آپارات و یوتیوب بذارید میتونید کسب درآمد کنید، به ازای هر انتباز دید میتونید مثلا
یه مقداری در پول در بیارید. حالا شاید یوتیوب سخت باشه، اما یادمه که آپارات عددش عدد قابل قبولی بود و مثلا قبل از اینکه دلار و اینا گرون بشه عددش با یوتیوب برابری میکرد و میصرفید که هم تو یوتیوب آدم فعالیت کنه هم توی آپارات برید ببینید. نکته بعدی اینه که شما میتونید کلاس خصوصی بفروشید، یعنی اینکه شما یه معلمی هستید، انقدر ویدیوتون خوب بوده، کارتون خوب بوده که همه دارن میبینن، خب میتونید بگید آقا من یه کلاس خصوصی آنلاین برگزار میکنم، از این راه اون شاید درآمد از دست رفتتون رو جبران کنید. و نکته بعدی اینه که شما جریان مخاطب دارید. من ویدیوهایی که من درست میکنم اکثرا اینجوریه که یه نفر یه بار میبینه و مثلا باید کلی صبر کنم تا یه نفر دیگه بیاد یه بار ببینه، اما حوزه‌ای که شما توش هستید دانش آموز همیشه براش هست و دانش آموز امسالی میره سال بعدی میاد، امسالی میره سال بعدی میاد، یعنی اینکه جریان مخاطب شما قطع نمیشه. و این دوباره تو اون مرحله اول که تو یوتیوب و اینا ازش میخواید استفاده کنید براتون درآمد ایجاد میکنه. حالا بخوام مثال بزنم، من یه ویدیومو که میذارم توی 7 روز اول بازدید میگیره و صاف میشه، و حالا چی بشه بعد از این مدت دوباره مثلا یه 2 نفر بیان اون ویدیو رو ببینن. پس خیلی نگران این نباشید چون جریان مخاطب هم دارید، اما این ریسک وجود داره، باید خودتون ببینید چجوری صلاح میبینید که درستش کنید و حلش کنید. خب تیکه اولمون که در مورد نحوه برگزاری کلاس بود تموم میشه، یعنی من سعی کردم خلاصه بگم که چی به چی بود تو اون حوزه. حالا میخوام ابزارهای به درد بخور آنلاین رو معرفی کنم. به نظرم این هم باز کمک میکنه به معلما که بتونن کلاس‌های مفیدتری برگزار کنن. نکته اصلی اینه که همیشه در هر جایی پای یه فایل در میونه، لطفاً فایل‌ها رو مستقیم نفرستید، بذارید روی یکی از این پلتفرمایی که من میگم و لینکش رو شیر کنید. این باعث میشه که اولاً توی چت ها اگه گم شد دوباره راحت بتونید بفرستید و نیاز به آپلود مجدد نباشه و لینک ها گم نشه، بعد از یه مدت مدون میشه و خیلی ارزشمند میشه. عملا میتونید از دراپ باکس و مگا و گوگل درایو استفاده کنید. دراپ باکس فکر کنم 2 یا 5 گیگ فضا میده، گوگل درایو 15 گیگ و مگا 25 گیگ و عملا مثلا با اینا میتونید یه فضای 100 گیگی داشته باشید که فکر میکنم این 100 گیگ خیلی خیلی بیشتر از اون چیزیه که شما نیاز دارید. نکته بعدی اینه که لینکتون هم میتونید منقضی کنید، یعنی اینکه نگران این نباشید که مثلا محتوایی که درست کردید برای همیشه در دسترس هم است. همه اینا امکان انقضای لینک دارن. مثلا اگه یه نفر وقت داره تا فلان موقع فلان سوالات رو ببینه، میتونید بگید آقا این لینک از اون به بعد منقضی بشه و این خب باز کمک میکنه که بتونید مدیریت کنید روی اون فایل هایی که دارید در اختیار دیگران قرار میدید. نکته بعدی اینه که مشق چجوری تحصیل کنیم، اینم خیلی چیز مهمیه. حالا یه جاهایی وجود داره اختصاصا برای مشق که من اصلا وارد اونا نمیشم چون اکثرا پولی هن. مثلا میتونید مشق بدید همه حل کنن، بعد همه برگه های همو تحصیل کنن، همه مشق های همو تحصیل کنن و شما نظارت کنید روی اونا. من الان وارد اون نمیشم، اما یه وجهی وجود داره به نام مستندات تعاملی توی دنیا و اونم اینه که شما میتونید ویرایش کنید همزمان یه متنی با یه نفر دیگه که مثلا آفیس آنلاین یا گوگل داکس این امکانو به ما میده. حالا انواع اقسام چیزا رو هم میتونید شما اینجا داشته باشید. میتونید اکسل مثلا فایلای اکسل رو ببینید، میتونید فایلای ورد رو ببینید، پاورپوینت و عملا میتونید این کارو بکنید و میتونید روش کامنت بذارید. ما مثلا توی شرکتمون از این برای نوشتن پروپوزال استفاده میکنیم. الان که دور کاریم 4 نفر میایم روی یه فایلی و شروع میکنیم به کامنت گذاشتن و تصحیح کردن و اصلاح کردن و این باعث میشه که بتونیم بهتر اون مستند رو درست کنیم الان که دور کاریم. قبلا پای کامپیوتر مینشستیم اینو حل میکردیم، اما الان که پای اون کامپیوتر وجود نداره این واقعا به ما کمک میکنه. پس پیشنهاد میکنم که از این ابزارها هم برای تصحیح و کامنت گذاشتن و بررسی و با هم دیگه پیش رفتن سر کلاس استفاده کنید. کلاس آنلاین برگزار کنید. یه پلتفرمی وجود داره که شما میتونید توش ویدیو کنفرانس، حالت ویدیو کنفرانس کلاس بذارید، دسکتاپتون رو شیر کنید که یه چیزی نشونه بچه‌ها بدید، ویدیوتون رو ببینید، بچه‌ها دستشون رو بلند کنن و از این چیزا. که پیشنهاد من این اسکایپ، گوگل میت، دیسکورد، زوم و مایکروسافت تیمز
همشون این کار رو انجام میدن. اما اونایی که قرمزه، یا ما فیلترشون کردیم یا اونا ما رو تحریم کردن، یعنی گوگل میت و زوم اونا ما رو تحریم کردن و نیاز به فیلتر شکن داره، که خب به خاطر دانش آموز و فکر کنم محدودیت های آموزش پرورش اصلا اسمش هم نمیشه آورد. دیسکورد هم خودمون زحمت کشیدیم اخیراً، یعنی تو فکر کنم 4 ماه پیش بدون فیلتر شکن باز میشد، اما از 4 ماه پیش به این بر نیاز به فیلتر شکن داره. و مایکروسافت تیمز، ولی اسکایپ و مایکروسافت تیمز به اندازه کافی خوبن. اسکایپ فکر کنم تا 40 نفر، 25 یا 40 نفر میذاره، مایکروسافت تیمز هم دوباره عددش همینه، فکر کنم 50 نفر آنلاین همزمانه. یعنی عملا اکثر کلاس هایی که ما میخوایم برگزار کنیم توی این تعداد اینا میگنجن. سلوشن های مثل اسکای روم و اینای ایرانی هم هستن که اونا هم خوبن، یا اون چیزایی که مدرسه ها بهمون میدن، اما یه وقتی کارمون گیر میکنه اون سیستم کار نمیکنه. واقعا اینا میتونن بهمون کمک کنن. یه مفهوم دیگه داریم به نام جامعه آنلاین، مثلا اونجایی که بچه ها با هم گپ و گفت میزنن، از همدیگه سوال میپرسن، پرسش و پاسخ میکنن، بیشتر فضای چت داره. منظورم اون تیکه چته ماجراست، که مثلا ما الان تو شرکت داریم چت های چیز رو به جای اینکه در یک مثلا واتساپ یا تلگرام انجام میدیم در اسلک انجام میدیم، و خب این یک سودایی داره یه زیان داره. این باعث میشه انسجام بهمون بده، بعد مثلا شما اگه خواستید نبینید، نه بتونید اون نوتیفیکیشن های اون اپ رو ببندید، و حالا اونم سلوشن های مختلفی داره. اگه کلاستون جنس تعاملش اینه که تعامل خارج از کلاس داره و به پرسش و پاسخ ختم میشه، که دیسکورد و اسلک و ماتریکس یا المنت و میگم مایکروسافت تیمز این امکانات رو بهتون میدن. که خب باز اسلک و دیسکورد تحریم و فیلتریم، و پیشنهاد من ماتریکس و مایکروسافت تیمزه. اگه بخوام خلاصه جمع بندی کنم توی این قسمت، من سعی کردم یه سری ابزارهای آنلاین رو بگم که چجوری به دردتون میخوره. هر کدومم به یه تیکه از روند درس دادن کمک میکرد، و حالا اگه سوالی داشتید من میتونم ویدیو تکمیلی یا براتون پیدا کنم یا معرفی کنم، پس بهم کامنت بدید. حالا میریم سراغ قسمت بعدی، که من گفتم آقا جان ضبط ویدیو کنید. چجوری ضبط کنیم؟ چجوری بهینه تر ضبط کنیم؟ این تجربه یه مثلا این 6-7 ماه ویدیو ضبط کردنهای منه، یعنی من شاید چند ساله دارم ویدیو ضبط میکنم، اما تو این 7 ماه تقریبا هفته یکی یا دو هفته یکی ویدیو ضبط کردم، و این تجربه ایه که تو این یه مدت دارم. اول اگه اشتباه کردید، توپق زدید، قطع نکنید. کافیه که بعد از توپقتون یه سکوت قابل توجهی داشته باشید، یا مثلا یه دست بزنید که صداش رو بتونید تشخیص بدید. سکوت کنید چند ثانیه، از اونجایی که فکر میکنید شروع مبحث برگردید دست بدید. یعنی مثلا اگه من توی این اسلاید سوتی دادم، یه دست میزنم، وای میسم و دوباره شروع میکنم از اول اسلاید رو گفتن. این باعث میشه که روند ضبط کردنتون خیلی راحت بشه. چرا؟ چون شما هی نمیخواد قطع کنید ضبط کنید، قطع کنید ضبط کنید، قطع کنید ضبط کنید، و این قطع و ضبط کردن بیشترین وقت رو از شما میگیره. نکته بعدی اینه که نویز رو حداقل کنید. پنجره ها رو ببندید، موبایلتون رو سایلنت کنید، اگه پنکه ای، کولری، فنی چیزی هست خاموش کنید که صداش نویز نده، و هر چقدر میتونید نویز رو حداقل کنید. این باعث با کیفیت تر شدن ویدئوتون میشه. و آماده سازی رو حداقل کنید، یعنی مثلا الان من اومدم یه گوشه ای از خونه که یه چیزی این پشته، یه کتابخونه ای این پشته، و این کتابخونه مثلا یه شکلی میده به میدیوم. خب شما همین کار کنید، میزتون رو یه جایی بذارید که لازم نباشه هی وسائل براش بچینید و برگردینید، و به نظر من حتی شما اصلا لازم نیست چیز کنید، کار اینجوری کنید، آماده یه ضبط باشید، که این آماده سازی هم معمولا بیشتر از زمان ضبط زمان میبره اگه درگیر نور و نمیدونم این تجهیزات و اینا بشید. خب نکته بعدی اینه که کیفیت صدا خیلی مهمتر از اون چیزیه که ما تصور میکنیم. یعنی شما کیفیت تصویرتون بی کیفیت باشه ولی صداتون خوب باشه، آدما میبینن، در صورتی که اگه صداتون خیلی بد باشه ولی تصویرتون 4K و عالی باشه، احتمال دیدن آدما میاد پایین. حتما از یه میکروفون مجزا برای ضبط استفاده کنید. من یه میکروفون اینجا دارم که بم اجازه میده که ضبط کنم. حتی میکروفون من رو خیلی وقت پیش خریدم و الان خیلی گرون قیمته، ولی ما میکروفونای یقه‌ای 300-400 تومانی میتونید کارتون رو راه بندازید. بویای مدلای اینجوری داره. یا اگه پسرتون، بچه‌تون، فامیلتون، موبایلتون یه هدست داره، هدست موبایل هم
چه بلوتوس چه غیر بلوتوسش، کمک میکنه به ضبط کردن. همون که از میکروفون کنار سرتون استفاده کنید و مثلا از میکروفون خود لپتاپ که دورتر استفاده نکنید، کلی کیفیت صداتون بهتر میشه. نکته بعدی اینه که میتونید صدا رو اصلا با گوشیتون ضبط کنید و صدا رو با گوشیتون ضبط کنید و بعداً بندازید روی تصاویر. اینم اصلا کار سختی نیست، فقط کافیه که صدا رو از دو جا ضبط کنید، یعنی اصلا هم از کامپیوتر صدا رو ضبط کنید، هم از میکروفونتون، هم از گوشیتون. بعد حالا جلوتر بهتون میگم از چه نرم افزاری استفاده کنید که راحت اینو بندازید رو هم. و در مجموع یه چیزی هست به نام پست پروسسینگ بهش میگن که برای صداتون حتما انجام بدید. یه نرم افزار مجانی هست به نام آداسیتی که لینکش رو توی توضیحات میذارم. روند نویز کنسلیشنش و کامپرسش و نورمالایز و امپلیفای رو پشت سر هم با همین ترکیب اوکی 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 انجام بدید و این باعث میشه که کیفیت صداتون خیلی استودیویی تر و حجیم تر بشه، صداتون اصلا با کیفیت تر بشه. حالا باز اگه شد یه لینک آموزش این کار رو براتون میذارم و این باعث میشه که صداتون خیلی با کیفیت تر بشه. و حالا صدا رو دوباره بنازید رو ویدیو، یا گفتم دیگه یه نرم افزاری هست که این کار خیلی برای ما راحت میکنه. لازم نیست که خودتون تو ویدیو باشید مثل من. من الان برای این کلی دردسر میکشم که خودم میخوام تو موبایل توی ویدیو باشم. لازم نیست شما باشید اگه سخته براتون. صفحه موبایل یا صفحه دسکتاپتون رو چیز کنید، ذخیره کنید. نکته بعدی اینه که اگه میخواید این کار رو کنید، برای هر کدوم از اینا لازم هم نیست سلاید بسازید اصلا. به نظرم الان پی دی اف کتاب آنلاین وجود داره و شما میتونید از پی دی اف کتاب استفاده کنید و این پی دی اف کتاب استفاده کردن کلن کار خوبیه، چون محتوای آموزش شما ممکنه عوض بشه، تغییر کنه. اینجوری از روی کتاب که برید خیلی راحت دیگه هر وقت بخواید میتونید ادامه بدید. میتونید صفحه موبایلتون یا دسکتاپتون رو ضبط کنید. من پیشنهادم برای ضبط صفحه موبایل از AZ Screen Recorder یا اسکرین کمه و برای ضبط دسکتاپ کمتازیا یا OBS Studio، که OBS Studio باز امکانات کمتری میده، کمتازیا بهتره. و یه نکته ای، اگه از موبایلم استفاده میکنید میتونید یه سری نرم افزار هست مثل Incredible که این نرم افزار اینکریدیبل بهتون کمک میکنه که روی پی دی اف بنویسید، یعنی پی دی اف رو لود میکنید، میتونید با تاچ روش بنویسید، یه نکته ای اضافه کنید، خط و بزرگ و کوچیک کنید، یعنی بتونید این امکانو میده که اینتراکتیو تر درس بدید، یه شقی از تخته وایت بورد رو بهتون میده. من پیشنهاد میکنم که ویرایشتون رو حتما ببرید توی دسکتاپ یا لپتاپتون، یعنی از موبایل برای ویرایش ویدیو استفاده نکنید. جاهایی هم که ویرایش میکنید ایناست که مثلا توپاقایی مثل اینا رو حذف کنید، اون جاهایی که اشتباه گفتید گفتم برگردید از اول ضبط کنید اونا رو حذف کنید. اگه جایی سکوت کردید وقت فکر کردنی گفتید مثلا بعد یه چیزی گفتید، اینا رو حذف کنید. اینا باز کمک میکنه که ویدئوتون ریتم بهتری داشته باشه، سریعتر باشه و آدما از دیدنش خسته نشن. از یه نرم افزاری به نام داوینچی ریزالو استفاده کنید که مجانیه و عملا توش میشه ان تا ویدئو و صدا رو گرفت و اینا رو بر اساس صدا با هم سینک کرد. یعنی اگه شما یه صدا رو، صدای حرف زدن خودتون رو از جاهای مختلف، الان من مثلا دارم از میکروفون موبایل و از میکروفون که چیزه دارم ضبط میکنم، میکروفون دسکتاپم، من بعدا خیلی راحت این دوتا رو سریع میندازم روی هم و این داوینچی ریزالو این امکانو به من میده. بعد من هیچ افکت و جریان خاصی هم استفاده نمیکنم، فقط اون تیکه هایی که توپق زدم و سوتی دادم یا زیاد فکر کردم و ویرایش میکنم، میارم بیرون و ویدیو اصلی آماده میشه. پس خیلی قرار نیست کار شاقی کنیم، ولی حتما از یه ابزار مناسب استفاده کنید. یعنی من تا قبل از استفاده از داوینچی ریزالو خیلی خیلی اذیت می‌شدم، ولی الان که از داوینچی ریزالو استفاده می‌کنم به نظرم خیلی اوضاع خوب و راحت شده. خب اگه بخوام جمع‌بندی کنم، من در مورد سه تا موضوع حرف زدم. در مورد نحوه برگزاری کلاس حرف زدم که گفتم آقا جان کلاس رو دو تیکه کنیم، تیکه ویدیو دیدن و پرسش و پاسخ. گفتم که از ابزارهای آنلاین استفاده کنیم که به کمکمون بیان، حالا زوم، گوگل درایو، دراپ باکس، مگا یا هر چیز دیگه ای. و در مورد اینکه چجوری محتوا تولید کنیم و ویدیو ضبط کنیم حرف زدم. همه اینا خودش عالمی داره، یعنی اگر
من میخواستم هر کدوم از اینا رو واردش بشم، احتمالا باید هر کدوم مثلا یک ساعت در موردش حرف میزدم. من سعی کردم که یه چیز کوچیک تو دل برو که بشه دیدش رو ضبط کنم. حالا بعدش اگه شما دوست داشتید و فیدبک دادید، هر کدوم از اینا رو میتونم عمیق بشم. خیلی ممنون که گوش دادید، امیدوارم که به دردتون خورده باشه. اگه این به دردتون خورده و ما بقیه چیزای کانال من به دردتون میخوره، سابسکرایب کنید، اون زنگوله رو هم بزنید که خبرتون بده، و امیدوارم که بتونید راحت تر تو این درد سر کرونا و این ماجراها ویدیو ضبط کنید. خیلی خوشحال شدم که به ویدیوم گوش دادید. خدا نگهدار.